چطور توی اولین برخورد ذهنیت خوبی از خودمون در طرف مقابل ایجاد کنیم؟ آیا میدونستید که وقتی برای اولین بار با کسی آشنا میشید فقط سه ثانیه طول میکشه که توسط اون فرد قضاوت بشید؟ همین مدت کوتاه کافیه که این فرد عقیدهی در مورد شما پیدا کنه این موضوع از طریق ظاهر شما طرز لباس پوشیدنتون زبان بدنی که استفاده می کنید رفتار و سبک مخصوصتون شکل میگیره. اینو میگم که بدونید چقدر لحظات اول و آشنایی اهمیت داره در حقیقت توی هر بار مواجهه با افراد جدید شما مورد قضاوت قرار گیرین و هر بار عقیده‌ای در مورد شما شکل میگیره تغییر یا از بین بردن تاثیر اولین برخورد تقریبا غیر ممکنه و برای همینه که اولین ملاقات تا این حد مهمه همیشه اولین ملاقات نوع رابطه‌ای که بعد از اون شکل میگیره رو تعیین میکنه فرقی هم نمیکنه که ملاقات کاری با کسی داشته باشید یا توی زندگی اجتماعیتون با یه آدم جدید آشنا بشید هر کدوم که باشه خیلی مهمه که بدونید چطور میشه توی نگاه اول تاثیر خوبی بر ذهن طرف مقابل بذارید ببینید یکی از مهمترین چیزهایی که باید رعایت بکنید اینه که به موقع سر قرار برید کسی که اولین باره که شما رو میبینه زیاد علاقهی به شنیدن توجیهها و بهانه هایی که برای دیر رفتن میارید نداره حتی اگر توجیهتون کاملا معقول و بجا باشه طوری برنامه رزی کنید که چند دقیقه زودتر از زمان مقرر به مقصد برسید یه جوری برنامه ریزی کنید که چند دقیقه زودتر به محل قرارتون برسید برنامهتون رو حساب شده بچینید و زمانهایی رو در نظر بگیرید برای تأخیرهای احتمالی مثل ترافیک اولین قدم توی ساختن ذهنیت خوب در نگاه اول همین زود رسیدنه یا بهتر بگم به موقع رسیدنه سعی کنید که توی ملاقات اول خودتون باشید و راحت باشید اگه بیقرار و مسترب باشید طرف مقابل شما هم احتمالا احساس ناراحتی میکنه و اینطوری بی و برگرد ذهنیت اشتباهی از خودتون توی ذهنش به وجود میارید اما اگر اعتماد به نفس داشته باشید و آروم بمونید مخاطبتون هم بیشتر احساس راحتی میکنه و اینطوری میشه که هر دو نفر بنیان محکمی پیدا میکنید تا یک تصویر خوب توی برخورد اول ساخته بشه یکی از تکنیک های ریلکسیشن که میتونه تو این راه کمکتون بکنه تکنیک تمرکزه این تکنیک برای غلبه بر استرس سخنرانی توی جمع خیلی کاربرد داره و کمک میکنه که توجهتون از وقایع محیط اطراف به مرکز بدن خودتون معطوف بشه و از شر استراب خلاص بشید بهتون توصیه میکنم که اطلاعات بیشتری راجع به این تکنیک تمرکز به دست بیارید تا بفهمید چطور میشه آدرنالین رو کاهش بدید سعی کنید متناسب جلوه کنید اینکه ظاهر فیزیکی اهمیت داره یه چیز بدیهیه کسی که برای اولین بار شما رو ملاقات میکنه هیچ چیزی در مورد شما نمیدونه و اولین سرنخی که از شخصیت شما به دست میاره از همین ظاهر شماست اما این به این معنی نیستش که باید خودتون رو شبیه مدل های شیک و پیک کنید تا ذهنیت خوبی توی ذهن دیگران خلق بکنید تنها نکته مهم اینه که معقول و مرتب لباس بپوشید و متناسب جلوه کنید از قدیم گفتن شنیدن کی بود مانند دیدن بنابراین توی اولین چیزی که مخاطبتون در شما میبینه هزار نکته وجود داره پس به این نکته توجه داشته باشید که آیا ظاهرتون اطلاعات درستی در مورد شما منتقل میکنه یا نه آیا این نکته های پنهان تصویر اولیه خوبی از شما قراری که ارائه بده یا نه دقت کنید که کجا قراره برید و لباس متناسب با اون ملاقات یا اون موقعیت به خصوص رو بپوشید برای محیط کاری که قرار برای اولین بار برید چه پوششی مناسب تره مثلا فرض کنید کت و یا یک کت اسپورت و یا یه تیپ غیر رسمی برای این انتخاب میتونید از خودتون بپرسید که طرف مقابلتون احتمالا چه چیزی قراره بپوشه اگه کار اون مثلا توی حوزه تبلیغات یا موسیقی هستش شاید پوشیدن یه دست کت و شلوار کلاسیک مناسب باشه توجه کنید که لباس مخصوص محیط کسب و کار و یا ملاقات های اجتماعی توی کشورها و فرهنگهای مختلف با هم متفاوته پس اگه توی محیط یا کشوری ناآشنا هستید حواستون باشه که از سنت ها و هنجارهای اونا هم اطلاع داشته باشید در کل باید گفت که لباس های تمیز و مرتب مدل موی خوب اصلاح کامل آرایش با وقار برای بیشتر موقعیت های کاری و اجتماعی مناسبه توجه کنید که آرایش، پیرایش و نظافتتون برازنده شما باشه با لباس پوشیدن درست و رسیدن به سر و نه تنها که میتونید توی برخورد اول تاثیر خوبی بذارید بلکه میتونید برای قرار گرفتن توی یک موقعیت حساس کاملا آماده باشید و اعتماد به نفس و آرامش بیشتری داشته باشید خبر خوبی که براتون دارم اینه که نیاز نیست برای تاثیرگذاری گذاری روی دیگران همرنگ جماعت بشید یا ویژگی های منصر به فرد خودتون رو کتمان کنید درستی که در برخورد اول تا حدودی باید توی انجارهای جامعه گنجونده بشید اما همه اینها به این برمیگرده که سر و متناسب با موقعیت باشه مثلا اگر فضای کاری هستش پوشش اداری متناسب داشته باشید اگه قراره که مثلا یه قرار اسرونه با کسی داشته باشید لباس شب مناسب انتخاب کنید ولی همراه با همه اینها فردیت و شخصیت منحصر به فرد خودتون رو هم داخل همین چارچوب نشون بدید حتما شنیدید بخند تا دنیا به رود بخنده توی اولین برخورد هیچ کاری به اندازه لبخند زدن ذهنیت مثبت از شما درست نمیکنه یک لبخند گرم همراه با اعتماد به نفس باعث میشه هم شما احساس راحتی بکنید و هم طرف مقابلتون پس وقتی حرف از برخورده اول هستش حتما لبخند بزنید اما حواستون باشه که شورش رو در نیارید کسایی که زیادی لبخند میزنن ممکنه که ریاکار و گول زننده به نظر بیان و یا حتی سطحی و ظاهربین جلوه کنن پس جانب احتیاط رو در نظر بگیرید توی خلق ذهنیت مثبت در اولین نگاه زبان بدن هم اندازه لباس و ظاهر موثره هر دوی اینها برای مخاطبتون هزار حرف از شما داره از زبان بدنتون استفاده کنید تا اعتماد به نفستون رو توی ذهن طرف مقابل برجسته کنید راست بیستید، لبخند بزنید، ارتباط چشمی برقرار کنید و محکم دست بدید همه اینها کمک میکنه که در نظر بقیه به عنوان فردی جلوه کنید که از خودش مطمئنه به این ترتیب هم خودتون و هم طرف مقابلتون تشویق میشید که احساس راحتی بیشتری داشته باشید تقریبا همه آدم ها وقتی برای اولین بار کسی رو ملاقات میکنن یه مقدار مضطربند این دلشوره ممکنه باعث بشه تیک عصبی شما رو بشه و عرق کردن کف دستاتون شروع بشه اگر از های عصبیتون با خبر هستید میتونید اونها رو تحت اختیار بگیرید با کنترل خنده های عصبی هم دست خودتون رو آروم میکنید هم, هم طرف مقابلتون رو روش های مختلف ریلکسیشن میتونه توی کنترل کردن عادت های عصبی به شما خیلی کمک کنه ببینید مکالمه ها بر پایه بدبستان های زبانی شکل میگیره برای اینکه بتونید یک گفتگوی دوستانه تری داشته باشید قبل از ملاقات اطلاعاتی در مورد علایق طرف مقابلتون به دست بیارید مثلا اگر طرف مقابل به فوتبال علاقه داره یا مثلا یک مؤسسه خیریه خاصی رو مدیریت میکنه ببینید چه چیزی هست که شما با این فرد به صورت مشترک دارید اگر هست همون میتونه موضوع خیلی خوبی برای باز سر صحبت باشه با خوب شروع کردن گفتگو ادامه مکالمه خیلی میتونه راحت تر باشه مثبت فکر کنید طرز فکر شما در همه کارهایی که انجام میدید خودش رو نشون میده پس سعی کنید نگرش مثبت داشته باشید حتی در مقابل انتقادها و یا زمانی که دارید از استراب دیق می کنید همه سعیتون رو بکنید که از اولین دیدارتون چیزی یاد بگیرید بشاش و, و پر انرژی بمونید و لبخند رو روی لبانتون نگه دارید حتما لازم به گفتن نیستش که رفتار معدبانه اخلاق خوب و برخورد محترمانه و با ملاحظه رفتار کردن چقدر توی ساختن ذهنیت مثبت توی اولین دیدار تاثیر میذاره در واقع این حداقلی هستش که باید رایت کنید پس بهترین رفتار رو داشته باشید یکی از قابل توجه در این کارهایی که میتونید انجام بدید خاموش کردن موبایل. تصور کنید که چه تأثیری به طرف مقابلتون میذارید اگر با کسی غیر از اون صحبت بکنید آشنای جدیدتون سزاوار توجه صد درصدی شماست هر چقدر توجهتون به اون کمتر باشه تاثیر بدتری به اون میذاره